سلام زبان آموزان عزیز، در این ویدیو میخواییم که ما موضوعی که تحت عنوان آیا سطح زبان من بیسوای است یا من باید کدام موضوعات در سطح بیسوای بلد باشم کار کنیم، که یعنی که یک زبان آموز باید بفهمه که وقتی که در سطح بیسوای است باید کدام قابلیت یا توانایی داشته باشه و همچنین کدام موضوعات در سطح بیسوای شامله، که همچنین میتونه بخش لیزن و بین شغایبینش بقشین پلوس گغاماتی، یعنی تمام بخش های زبان آلمانی در سطح بیسوای شامل این ویدیو میشه. خب ما در سطح بیسوای الزاماتی هست که یک زبان آموز باید این توانایی یا قابلیت داشته باشه که استفاده کنه. آن فورتیگونگن بیسوای فلیس سندس و اشپونتانس که اشپرش میت موتر اشپراخ لیل فورین، یعنی که به طور روان و خود به خود یا ناگهان با سخنران بومی چگاه کنه ارتباط برقرار کرده بتونه. فاق دسکسیونین آف دیم آیگنین شپیسیال گیبیت فورین و همچنین بسهای فنی در زمین های خاص خود رهبری کرده بودونه. کلار اون دیتلیرد او بر بیشتیمت زخف حالت اشفرشن و همچنین در مورد برخی مسائل واضح و با جزیات صحبت کنه. پس این توانی را باید یک زبان آموز در سطح بیسوای داشته باشه. هابت این حالت کمپلیکس تکست کن گریتا او دا اب اشتغاکتا تیمن فرشتن، یعنی که متوای اصلی متون پیچیده را دقیق تر درک کنه یا بفهمه یا درک موضوعات انتزاعی. زی شغفتلیش و دا موندلیش دا قنقه آوسن، که و همچنین خود هم به صورت کتبی و هم به صورت شفایی چکار کنه بیان کنه. شغفتلیش کن من شتان پونکت سو اینی اکتویلین فراغه هر لوتن و همچنین به صورت کتبی دیدگاه خود را در مورد یک موضوع فعلی چکار کنه توضیح بده. فور و نخ تایل داتسو اند فون و همچنین فایده و نقص یک چیز را چکار کنه ذکر کنه. بشورده اند بایتریگه این پروفیسیونیلن کنتکست فرفازن و همچنین شکایات و پوسها را در زمینه های حرفه‌ای بنویسه. اوم فاسین ده انفرماسیونین این هولن و همچنین کسب اطلاعات جامعه. کن این حالت لنگ تکس پروبلم لوس فرشتن اوخ لیتراریش و همچنین متوای اصلی متول طولانی را برایتی درک کنه و همچنان از لحاظ ادبی لنگه فور تریک فرشتن، یعنی که باید چکار کنه درک یا فهم سخنرانی های طولانی تر زیر این سمو منظور از سریال ها، فیلم ها، پودکاست و همچنین همو پادکست ها و همچنین نخشتین و اخبار رو داشته باشه، یعنی اینها رو باید درک کنه در سطح بیسوای یک زبان آموز و همچنین موضوعات گرامری که در سطح بیسوای شامله که باید یک زبان آموز اونها رو بلد باشه. خوشبختانه در سطح بیسوای ما موضوع گرامری جدیدی نداریم، اما موضوعاتی که گرامری که در سطح های قبلی با هم خواندیم در سطح بیسوای کمی پیچیده تر هست، اما موضوعات گرامری تکمیل میکنه، یعنی که موضوع جدیدی نیه بلکه روی موضوع قبلی کار میشه و اونها از نگاه همون نقطه های گرامری موضوع گرامری تکمیل میکنه. خب ببینیم که در سطح بیسوای ما موضوعات گرامری که باید بلد باشیم یا در سطح بیسوای شامل میشه تکس کنکتورین این حالت لیشه اشتغکتور فوتور سوای هر وید گی هر بایتت هابین. ما فوتور اینزه در ویدیوی قبلی یا سطح بیانس خواندیم. در سطح بیسوای ما فوتور سوای میخوانیم و همچنین پاسیف این حالین زکس سایتین و کاملا در مورد پاسیف ما در سطح بیانس هم داشتیم، اما در سطح بیسوای کمی موضوعات بیشتر روی از اونا کار میشه، یعنی پیچیده تر، اما موضوع جدیدی در سطح بیسوای آنقدر به چشم نمیخوره. فور گانگز سو اشتن اسوید گی کخت و دا اسیست گی کخت پاسیف فیر زتس فورمن اس لست زیش ایست سو ماخن ایست مخبار
کنکتیف سوای ما موضوع کنکتیف اینس و همچنین کنکتیف سوای در ویدیوهای قبلی یا سطح قبلی کار کردیم، اما در سطح بیسوای ما موضوع کنکتیف سوای در زمان گذشته با هم کار میکنیم. فرگنگن هاید، یعنی که تمامی موضوعات بیشتر روی از اونها کار میشه. این دقیقت قیده کنکتیف اینس هر زکت هر زای habe wolle. Nomen wer Verbindungen einen Antrag stellen. Relativ Sätze mit Genitiv. Präpositionen. Das Grundivum einzulesender Text. اگر از این ویدیو خوشحال ویدیو ما لایک کنین، سوال پیشنشتین، کومنت بدیم. آلمانی صرف تا سر سبسکرایب کنیم و سو کانال یوتیوب ما باشیم تا درس بعدی. خدا یارو نگهدار شما.